چهره‌های موسیقی ایران. برنامه از محمود خوشنام. با همکاری ژاله کاظمی. تاریخ موسیقی ایران مردان خودساخته بسیار دارد، مردانی که از دشواری‌ها نهراسیدند، مردانی که از پا ننشستند و دیوارها را شکستند، مردانی که همه زندگی را در مبارزه بودند، مبارزه ای بی امان با زندگی نابسامان، مردانی که مردانه رنج بردند ولی امید نباختند و رنج در اون مایه گرماخیز هنرشان شده است، مردانی که سمندروار سوختند و باز از خاکستر خود سر برآوردند، مردانی که چون پرومته در راه دستیابی به اوج هزاران بار فرو لغزیدند ولی باز فراز آمدند، مردی از مردان جامعه نوین موسیقی ایران که چهره امشب ماست، از خودساختگانی است که پیگیرانه رفته و جسته و یافته است. جامعه موسیقی ایران تا یک قرن پیش سخت با بررسی‌های نظری و پژوهش‌های علمی درآمیخته بود، تا آنجا که موسیقی علمی در برابر موسیقی هنری از رشد و پرورش افزونتری برخوردار شده بود. همه حکیمان و دانشمندان اگر هم رشته ویژه‌شان جز موسیقی بوده است، آگاهی‌های نظری بسیار درباره موسیقی داشتند. ایران حکیمان بسیاری از این گونه را از قرن چهارم تا قرن دوازدهم هجری به یاد دارد. در این میان بسیاری از حکیمان موسیقی را نه به عنوان دانش جنبی بلکه به شکلی تخصصی به پژوهش گرفتند، تا آنجا که برخیشان از نام‌آوران موسیقی علمی و حتی گاه هنری و اجرایی به شمار می آیند. ابونصر فارابی برجسته ترین و شاید نخستین نام‌آور از این دست است، مردی که به تصدیق همگان
اوجوبه قرون است و تاریخ جهان چون او کم به یاد دارد. پس از او موسیقی شناسان سترگی چون بو علی سینا، صفی الدین ارموی، عبدالقادر مراغی و قطب الدین شیرازی رسالات پژوهشی بسیار در زمینه موسیقی علمی ایران انتشار دادند. پس از جنبش مشروطیت، پرداختن به موسیقی علمی تحت شعاع موسیقی هنری و اجرایی قرار گرفت. مهارت‌های اجرایی افزون شد ولی دانش موسیقی کاهش یافت. پنجه‌ها شیرین شد ولی در برابر اندیشه‌ها به سوسی گرایید. آزادی پس از اسارت چند قرنه موسیقی اجرایی و مجریان موسیقی را آنچنان به شوق آورد که رغبت به بررسی‌های علمی را از میان برد و یا به شدت تضعیف کرد. این فرایند همچنان بر جامعه موسیقی ایران سیطره دارد. هنرمند ورزیده بسیار داریم ولی اندیشمند برجسته کم داریم. بدین گونه در زمان ما تعادل میان هنر و دانش و یا به بیان دیگر احساس و اندیشه به زیان اندیشه و دانش از دست رفته است. بدیهی است که غایت هنر زیبایی است و زیبایی ریشه در احساس دارد. ولی هر گونه احساس هنری بدون پشتوانه علمی خام و تکامل نایافته باقی میماند. مقصود آن نیست که احساس هنری را در قالب‌های خشک علمی بگنجانی. چنین چیزی با جوهر سیال و پویای هنر ناسازگار است. ولی احساس هنری میتواند و باید در بطن خود بر یک جهانبینی که خود به نیروی دانش و اندیشه شکل می‌گیرد متکی باشد. از ترکیب احساس هنری و اندیشه علمی به شکلی که بیان شد هنری تکامل یافته می‌زاید و جامعه موسیقی ایران به این ترکیب نیاز بسیار دارد. مردی که امشب در برنامه چهره‌های موسیقی ایران چهره می‌کند از موسیقی دانان انگوش شماری است که اندیشه و احساس را توأمان دارد و در راه شکوفایی این هر دو لحظه‌ای از تکاپو نمی‌نشیند. امشب را به زندگی و هنر مصطفی پورتراب می‌پردازیم. Thank you.
مصطفی پورتراب به سال 1303 در تهران زاده شد. پدرش با نواختن تار آشنایی داشت و چون در پسرش نیز شوق موسیقی می دید، در آغاز برایش نیلبکی خرید. یک سال بعد مصطفی نیلبک را به فلوت تبدیل کرد. 9 ساله بود که در همدان برای پیشاهنگان فلوت می نواخت. به سال 1319 مصطفی که دبستان را به پایان برده بود همراه با خانواده به تهران بازگشت و بیدرنگ در هنرستان عالی موسیقی برای دوره دبیرستانی نام نوشت. در آزمون نخستین گوش بسیار حساس مصطفی توجه مسئولان را جلب کرد و آنان ساز دشوار و کم شناخته شده فاگوت را برای او برگزیدند. مصطفی شیوه نواختن فاگوت را نزد استادان چک که در آن زمان در استخدام هنرستان بودند فرا گرفت. حوادث شوم شهریور 20 در کار هنرستان نیز تأثیر گذاشت. استادان چک رفتند و فاگوت چون بسیاری چیزهای دیگر به ورطه فراموشی رفت و مصطفی نیز به ویولون روی آورد. مصطفی در همان سالها در ارکستر هنرستان که عطاءالله خادم میثاق سرپرستی آن را بر عهده داشت به نواختن ویولون و ویولون آلتو پرداخت. اساسنامه جدیدی که برای هنرستان عالی موسیقی تدوین شده بود از سال 4 شاگردان را به سوی تخصص علمی یا اجرایی هدایت می کرد. شاگردان یا می بایست مطلقاً به ساز بپردازند و یا صرفاً به موسیقی علمی و تئوریک روی آورند. مصطفی با خود اندیشید که در نواختن تا آنجا پیش رفته است که بتواند نزد خود ادامه اش دهد. از این روی به موسیقی علمی روی آورد و به فراگیری های بیشتر در زمینه تئوری موسیقی پرداخت. به سال 1322 مقدمات آرمونی را نزد علی محمد خادم میثاق آموخت و عاقبت به سال 1324 دیپلم هنرستان عالی موسیقی را در رشته تئوری و آرمونی به دست آورد.
از دست رفتن پدر و نابسامانی های زندگی، مصطفی پورتراب را که سرپرستی مادر، دو برادر و یک خواهر را بر عهده داشت، به سوی حرفه کشانید و وزارت فرهنگ سابق او را به عنوان معلم سرود و موسیقی به استخدام درآورد. شادروان روح الله خالقی که در آن زمان دستیار علی نقی وزیری رئیس هنرستان عالی موسیقی بود، در یک بازرسی از شیوه کار معلمان سرود و موسیقی کار پورتراب را پسندید، او را به هنرستان منتقل کرد و تدریس سلفژ دوره ابتدایی را به او سپرد. بازده چشمگیر تدریس پورتراب سبب شد که به دوره متوسطه هنرستان راه یابد و سلفژ و تئوری موسیقی را به هنرجویان پیشرفته تر بیاموزد. در این زمان بورسی برای مطالعه در ترکیه پیش آمد و حسین ناصحی، سمین باغچبان و مصطفی پورتراب نامزدهای بهره‌وری از آن بودند. ولی مصطفی پورتراب به سبب سرپرستی مادی و معنوی خانواده نتوانست با همکاران خود همراه شود. به سال 1330 پس از بنیاد هنرهای زیبای کشور، به پیشنهاد پورتراب رشته آهنگسازی نیز در هنرستان عالی موسیقی به وجود آمد و خود او از نخستین آموزندگان نخستین دوره آهنگسازی در ایران شد. پس از 9 سال تحصیل، پورتراب با نوشتن یک سمفونی به عنوان پایان نامه به دریافت دیپلم دوره عالی هنرستان در رشته آهنگسازی توفیق یافت. چندی بعد تدریس آرمونی و پس از مدتی آهنگسازی بر عهده او نهاده شد. به سال 1345 پورتراب با بهره‌وری از بورس دولت فرانسه برای ادامه مطالعات رهسپار پاریس شد و در زمینه کنترپوان و آرمونی به فراگیری‌های بیشتر پرداخت. در همین سفر پورتراب در رشته موزیکولوژی دانشگاه سوربن نیز نام نوشت و از کلاس هنرمند معروف نادیا بولانژه بهره‌های بسیار برد. Thank you.
مصطفی پورتراب با تئوری و اجرای موسیقی ملی ایران نیز آشنایی بسیار دارد. از سال 1333 تا 1344 به استمرار در زمینه موسیقی ملی کار و مطالعه کرده و همه ردیف موسیقی سنتی را با ویولون نواخته است. از سال 1339 به مدت 5 سال سرپرستی ارکستر شماره 4 و 1 سال پس از آن سرپرستی ارکستر بانوان را در هنرهای زیبای سابق بر عهده گرفت. مصطفی پورتراب به سال 1350 به ریاست هنرستان موسیقی ملی برگزیده شد و دوره عالی ساز و آهنگسازی را در این هنرستان بنیاد کرد. ولی پس از 3 سال از این کار کناره گرفت تا فرصتی بیشتر برای مطالعه و آفرینش داشته باشد. وی از سال 1341 به عضویت شورای موسیقی ملی وزارت فرهنگ و هنر برگزیده شده است و همچنان در هنرستان‌های موسیقی به تدریس اشتغال دارد. از میان آفریده‌های پورتراب سونات برای ویولون و پیانو، سونات برای پیانو، 2 قطعه برای آواز جمعی روی رباعیات خیام، فانتزی برای ارکستر زهی و باله 7 پیکر بر اساس منظومه نظامی یاد کردنی است. Thank you.
مصطفی پورتراب به موسیقی ایران دل بسته و هرگز از آن جدایی نگرفته است. همه آفریده های او هویتی سرزمینی دارند، هرچند که از تکنیک بین المللی بهره ور شدند. پورتراب معتقد است که گنجینه موسیقی ملی تنها میتواند منبع الهامی ارزنده باشد، ولی هر گونه دستکاری در آن و فی المثل آرمونیزه کردن آن را زیان بخش میداند. میتوان در جوار موسیقی سنتی و بی هیچ دستکاری در آن به آفرینش آثار نوینی نشست که از تمها و موتیف‌های ملی ملهم شده باشد. آقای پورتراب، ممنونیم که دعوت ما را برای شرکت در برنامه چهره‌های موسیقی ایران قبول کردید و نخواستیم پرسشی که فکر میکنم میشه طرح کرد در مورد آثار خود شماست و شیوه و سبک و روش کارتون، کار آهنگسازیتون. آیا از شیوه واحدی از آغاز تا حالا پیروی کردید یا اینکه احتمالاً شیوه‌های گوناگونی رو مورد استفاده قرار دادید؟ من چون از قبل با شیوه های موسیقی غربی آشنا شده بودم، ابتدا با روشی که آهنگسازانی مانند بتوون پیش گرفته بودن شروع کردم و قطعاتی با سبک بتوون نوشتم. البته این کار تجربی بود که ببینم تا چه حد میتونم آهنگ هایی رو با اون روش بسازم. بعد که با موسیقی ایرانی آشنا شدم، سعی کردم که روشی رو انتخاب بکنم که موسیقی ایرانی رو تا حدود زیادی بتوانه بازگو بکنه. برای این کار ناچار شدم که در موسیقی ایرانی تحقیقات بیشتری بکنم تا ویژگی های این موسیقی رو تا اونجایی که امکان داره پیدا کنم و موسیقی که به شکل بین المللی ساخته میشه تا حدود زیادی خصائص موسیقی ملی در اون احساس بشیم. ببخشید من حرف شما رو قطع میکنم. دقیقا از قطعاتی که ما از شما پخش کردیم میشد این معنا رو مستفاد کرد، به این شکل که سونات برای ویولون و پیانو و سونات برای پیانو که گویا شما اینو در اروپا نوشتید فکر میکنم، یا در دوره به هر حال در دوره تحصیل من نوشتم، این رو در ایران نوشتم. خیلی مایه های صرفاً به قول خودتون بین المللی هست و کمتر هویت ایرانی دارن، در حالی که احتمالاً قطعات بعدی مثل فانتزی برای ارکستر زهی که باز شنیدیم و تکه های از بالای هفت پیکر که باز شنیدیم و خواهیم شنید بیشتر هویت ایرانی دارن. بله، البته این به خاطر این است که من قبل از اینکه به موسیقی ایرانی آشنا بشم رشته کمپوزیسیون رو اختیار کردم و تحصیل کردم و ابتدا سعی کردم که قطعاتی به سبک بتوون بنویسم. اون سونات برای ویولون و پیانو و سونات پیانوی من شباهت زیادی با روش بتوون داره. البته نمیخوام بگم که این خیلی با ارزشه، فقط من سعی کردم اون روش رو تعقیب کنم و تجربه‌ای در این روش بکنم. بعدها که به موسیقی ایرانی آشنا شدم و تحقیقاتی در خصوصیات این موسیقی کردم، سعی کردم که ویژگی‌های موسیقی ایرانی رو
در تمهای خودم به کار بگیرم و اونا رو بست و گسترش بدم. بله. البته با تکنیک موسیقی غربی، چون ما وقتی موسیقی برای ارکستر می نویسیم فعلا ناچاریم که از تجربیاتی که غربی ها در زمینه آهنگسازی یعنی کمپوزیسیون کردن استفاده بکنیم، به خصوص که تحصیل من هم در این رشته بوده. بله. حالا تا چه حد در آینده بتوانم روش های جدیدی رو تجربه بکنم و ببینم آیا این روش ها میتونن کمک بکنن که من این خصوصیات موسیقی ایرانی رو القا بکنم، البته روش های جدیدی رو که نیاز زمانه استفاده خواهم کرد، ولی اگر البته ببینم که به ویژگی های موسیقی ایران لطمه بیشتری میخوره و یک ایرانی نمیتوانه از خلال آثار من احساس ایرانی بکنه، بله، طبعاً به روش های قدیمی تر ناچارم بپردازم. پس به این ترتیب من تلویحاً این نظر رو از شما میگیرم که با مدرنیسم که امروز خیلی شایع هست سر سازگاری زیادی ندارید. شاید این به این علته که من آشنایی زیادی ندارم با موسیقی امروز، یعنی شیوه های مدرن، شیوه های خیلی جدید یا الکترونیک و یا غیر الکترونیک که امروزه به کار میره، یعنی آثاری مثل آثار اشتوکهاوزن و یا سایری. ولی شاید با تجربیاتی که در آینده به دست بیارم و با آشنایی های بیشتر شاید من با همون روش کار بکنم، ولی فعلا در حال حاضر موسیقی که من به وجود آوردم همین موسیقی هایی است که صحبت کردید، اسمشو بردید، مثل فانتزی برای ارکستر که من از چارگاه یکی از مدهای موسیقی ایران الهام گرفتم، تم اول این موسیقی رو ساختم. بله. البته فقط الهامه، یعنی من موسیقی ایرانی رو فقط از لحاظ الهام قبول دارم که برای کمپوزیسیون استفاده بکنن، نه که اینن یک ملودی ایرانی رو بردارن و هارمونیزه بکنن. بله. پس میتونم بگم که این تمی رو که در این قطعه میشنویم، این تم رو خود من ساختم با الهام از خصوصیات موسیقی ایران. تم دومش رو هم از همایون الهام گرفتم. بله. آقای پورتراب، در زمینه موسیقی ایرانی با توجه به مطالعات متمادی که شما داشتید واقعا چه ارزش‌هایی رو می‌بینید؟ چون امروز می‌دونید که خیلی این مسئله مورد اختلاف هست، یعنی مورد اختلاف نظر هست که موسیقی ایران آیا از نظر کمیت و کیفیت محدودیت‌هایی داره، بعضی معتقدن که نه نداره، بسیار سرشار مثل معدنی نا استخراج شده ایست، بعضی معتقدن که نه بسیار محدوده و نمیشه بیش از این باهاش به هر حال زندگی مستمر داشت، فقط به صورت یک هنر موزه‌ای میشه نگهش داشت. این بحثا حتما به گوش سرکارم خورده. البته نظر شما به طور کلی در این زمینه‌ها چیه؟ یعنی در زمینه موسیقی ایران و ارزش‌های امروزی و آیندهش. به نظر من اگر موسیقی ایران رو، اون موسیقی رو که بهش موسیقی اصیل یا موسیقی سنتی یا موسیقی کلاسیک میگویند، اگر این موسیقی رو آنچنان که بوده با اون خصائص و ویژگی هایی که داشته اجرا بکنند، عده زیادی از ایرانی ها اون رو استقبال میکنن، یعنی از اون استقبال خواهند کرد و اون رو گوش میدن. منتها من فکر میکنم که عده ای از هنرمندان امروز ما اون خصائص رو فراموش کردن. مثلا عده‌ای تصور میکنن که موسیقی ایرانی مجموعاً مثلا 2 ساعت یا 3 ساعت هست، در صورتی که اگر توجه داشته باشن به یکی از اصول موسیقی ایران که مسئله بداه نوازی، بله، و یا یک مسئله دیگه مسئله مدولاسیون هست که این مدگردی که در قدیم به اون مرکب خانی میگفتند، بله، یعنی یک استادی وقتی یک قطعه ای رو در یک دستگاهی شروع می کرد با توجه به دانشی که در مورد ارتباط گوشه های مختلف دستگاه ها به یکدیگر داشت، می توانست ساعت ها نوازندگی بکنه بدون اون که شنونده خسته بشه. نه. و این هم به این ترتیب بود که این استاد تشخیص می داد که از فلان گوشه فلان دستگاه ارتباطی برقرار کنه با فلان گوشه دستگاه دیگر و به وسیله این گوشه وارد دستگاه دیگه میشد، گویی اینکه این دستگاه دیگر هم گوشه های مختلفی داره که حالت های مختلفی رو ایجاد میکنه. این موضوع من نمیدونم به علت بی‌دقتی هنرمندا هست و یا شاید اینکه در برنامه های رادیو تلویزیون
قرار بر اینه که زمان کوتاهی نوازندگی بکنند، این مسائل تقریبا حالت محدودیت پیدا کرده، محدود شده. شاید این محدودیت تا باعث شده که این دوتا خصوصیت مهم در نظر گرفته نشه و یک نواخت جلوه کنه، و یا فکر کنن که موسیقی ایرانی محدوده و یک زمان کوتاهی کافیست برای موسیقی ایرانی. در صورتی که اگر مسئله بداهه نوازی رو که در موسیقی غرب هم هست در نظر بگیریم، همونطور که یک آهنگساز با ارزشی مثل باخ ساعتها پشت ارگ می نشسته و روی یک تم بداهه نوازی می کرده بدون اینکه شنونده احساس کنه که خسته شده، یک تم رو هر بار به یک شکل خاصی ارائه می داده و اجرا می کرده، شنونده خسته نمی شده. مسئله بداهه نوازی را اگر ما در نظر بگیریم در موسیقی ایرانی، هر استادی شاید می توانه میلیون ها نوع دستگاه رو مسلمه. ارائه بده، چون هر اجرا با اجرای ما بعد و ما قبل خودش فرق داره، تفاوت داره. و استادان قدیم ما چون مسئله مادی زیاد براشون مطرح نبود، زمان زمان دیگری بود، اینها عاشق سازشون بودن، ساعتها می نشستن و سعی میکردن ابتکارات جدیدی در نوازندگی به وجود بیارن. این است که در یک مجلسی که حاضر میشدن، با اینکه حضار اون مجلس شاید همون حضاری بودن که در مجلس قبل بودن، حضار یه چیز تازه‌ای این دفعه میشنیدن اصلا، و این هست که برای این استادان ارزش زیادی قائل بودن. ولی شاید امروزه به خاطر مسائل مادی و مسائل دیگر، هنرمندان اون حال و حوصله رو ندارند و این تمرین ها رو نمی کنند، و من کمتر کسی رو می شناسم که روزی 4 ساعت 5 ساعت تمرین بکنه. یعنی در واقع در ایرانی. عمل هست که موسیقی ایران به نظر محدود میاد، در عمل امروزی، یعنی بله. چون اینطوری باش عمل و رفتار میشه، بله بله، و فرصتی بهش داده نمیشه برای اینکه همه گوشه ها و ظرایف خودشو بتونه عرضه بکنه. بله بله، همینطور میگیرم حرف شما رو. بله، یعنی یک هنرمند در قدیم، یعنی شاید 80 سال پیش 100 سال پیش، این هنرمندان قدیمی که اسامیش رو حالا ما میشنویم و به بزرگی از اونها یاد میشه، اینها تمام مدت شبانه روز رو در حقیقت مقدار زیادیش رو به نواختن میپرداختن و سعی میکردن چیزهای تازه، نواختنهای تازه ارائه بدن، و این باعث میشد که مسئله بداهه سرایی و بداهه نوازی پیشرفت بکنه. بله. و متاسفانه چون موسیقی ایرانی از طریق سینه به سینه همیشه بله. به شاگردها داده شده، منتقل شده و نوت نویسی نداشته، متاسفانه ما اون ظریف کاری ها و اون بداهه سرایی ها رو رفته دیگه. بله. فراموش کردیم. بله. و من فکر میکنم یکی از عللش همین باشه. و چطور این ظرائف مگه از طریق سینه به سینه منتقل نمی‌شد؟ همین ظرائف، خب چون که بشر حافظش اینقدر قوی نیست. بله. و به همین دلیل هم کتاب‌های زیادی در اکثر رشته‌های علمی و هنری نوشته شده، برای اینکه یک کتاب 300 صفحه‌ای رو هیچ وقت یک کسی نمیتونه به شاگردش منتقل کنه و اون شاگرد همون 300 صفحه رو حفظ بکنه. بله. از 300 صفحه ممکنه خیلی حافظه قوی داشته باشه، 200 صفحه رو حفظ کنه، و اون 200 صفحه رو وقتی اون شخص به شاگرد دیگری تحویل میده، اون 100 صفحه‌اش باقی میمونه. یکی از اشکال موسیقی ایرانی این بوده و اون لطافت‌ها مکتوب نبوده. بله، اون لطافت‌ها و ظرافت‌ها از بین رفته. و چون هنرمندان امروز هم به دلایلی که قبلا گفتم حال و حوصله‌شو ندارن، اینی که روز به روز داره محدودتر میشه. بله. در حالی که اگر ما اون ظرافت‌ها رو دونه دونه در نظر بگیریم، و همونطوری که شما هم قبلا در این مورد صحبت کردید، مسئله علمی هم مطرح باشه. بله. یعنی موسیقیدانان فقط به نواختن اکتفا نکنن، بلکه به تحقیق بپردازن، سعی کنن که از یک دانش موسیقی هم بهره ور بشن. بله، از این کار استفاده بکنن. یعنی یه نوازنده فرض کنید بدانه که صدا چطور ایجاد میشه، صدای خوب با صدا با کیفیت خوب بر روی ساز چطوری ایجاد میشه، سیم ساز باید چه قطری داشته باشه، چه طولی داشته باشه،
و مثلا این ظریفکاری ها، ناله ها، این حالت هایی که در موسیقی ایرانی به وجود میاد، مزرابه های قشنگ در اثر چی به وجود من میاد؟ فکر میکنم مثلا تاریخ موسیقی وطن خودش بشناسه. بله. نه من فکر میکنم البته. تأثیرات البته. اجتماعی که در این موسیقی بوده. البته. اگه مجموعه اینها یک بینش، یک جهان بینی میده به هنرمند که طبعا در اجراش هم مؤثر خواهد بود. بله. و از طرفی موسیقی ایرانی، موسیقی ملی ما در حقیقت یک مقداری جنبه عرفانی داره. بله. و یک محیط به خصوصی برای شنیدن احتیاج داره. به نظر من موسیقی ایرانی رو در سالن‌های بزرگ وقتی اجرا بکنن اون اثر رو نمیگذاره. این موسیقی خصوصیه، یک نوع موسیقی محفلی. خصوصی محفلی هست که برای عده معدودی که تمام حواسشون رو جمع کنن و تمرکز بدن درست شده. صدای موسیقی ایرانی در حقیقت بسیار ضعیفه، چون بله. سازهایی که ما داریم در محفل‌ها عبارتن از سه‌تار، بله. تار که صدای خیلی قوی ندارن و این در حقیقت کیفیت صداست که مورد نظره. باید یک اتاق ساکتی باشه که تمام این ریزکاری ها رو بشود شنید. اجرا کرد و بشه شنید. البته. بنابراین وقتی نوازنده در یک همچه مجلسی هست فراموش میکنه که کجا نشسته و میتونه ذهنیات خودش رو مجسم بکنه و اونو بر روی ساز بیاره، مکاشفه بکنه. بله مسئله همینه. ولی وقتی در یک سالن اومد و مسئله میکروفون پیش اومد و عده‌ای شنونده مختلف اونجا بودن که عقاید مختلف دارن، در نتیجه این اثر میذاره بر روی نوازنده و آنچنان که باید نمیتونه کار خودش انجام بده. بله. آقای پورتراب خیلی ممنونم از شرکتتون در این برنامه. خیلی متشکرم.
از مصطفی پورتراب، هنرمند خودساختهی که علاوه بر احساس هنری از بینشی علمی برخوردار است نیز در می گذریم و همچنان جستجوگر گام بر می داریم تا با چهره های درخشان دیگر آشنا شویم، با چهره هایی که تا کنون آنگونه که باید رویاروی نشده ایم و زندگی و هنرشان را نشناختیم. تنظیم برنامه از منوچهر پوراحمد.